تشکر. آقای پاپ نژاد بفرمایید. با سلام و درود به شما خانم رجوی و رفقا و دوستان شورایی و حضار محترم، در فاصله بین دو اجلاس شورای رویدادهای مختلفی در ایران و منطقه خاورمیانه روی داد که ارتباط مستقیمی با مقوله قیام و انقلاب و سرنگونی نظام ولایت فقیه دارد، در جریان قیام انقلابی 1401 که مردم ایران با شعار مرگ بر خامنه‌ای برای بزیر کشیدن کل نظام به میدان آمدند، فرصت طلبان و سازشکاران و بقایای سلطنت که تحت هدایت و کمک سازمان‌های امنیتی رژیم و به خصوص محافل بین‌المللی در نقاب آزادی‌خواهی یک معرکه سیاسی مجازی برپا کردند، به شکل مفتزهانی شکست خوردند و از صحنه خارج شدند و الان در حال افشای همدیگر هستند. تلاش رژیم برای بقا بعد از بگل نشستن این معرکه‌های مسخره ابعاد مختلفی پیدا کرده که جنگ افروزی در منطقه و سرکوب بی سابقه آزادی خواهان همراه با اعدام و کشتن زندانیان قیام محور اون رو تشکیل می‌دهد و البته تمرکز رژیم روی دشمن اصلی یعنی مجاهدین و مقاومت ایران رو در میان این همه هیاهو فراموش نکرده و با براه انداختن دادگاهی پوشالی برای رهبران مجاهدین، من رو هم در ردیف 66 لیست متهمان تحت عنوان کمونیستی که منافق شد قرار داده و به محاکمه کشیده تا به تصور خودش راه فعالیت‌های مقاومت رو در خارج کشور از جمله مسدود کنه. به سهم خودم اعلام میکنم که به عنوان یک چپ مستقل و آتئیست، برای من افتخاره که در شورای ملی مقاومت ایران دوش به دوش همرزمان مجاهدین برای ریشه‌کن کردن بساط ظلم آخوندها تا آخر ادامه خواهم داد. زمانی که کلید این جنگ رو زد و نیابتی‌های خودش رو به میدان فرستاد، فکر می‌کرد که با زدن یک ضربه کاری به رقبا و عکس‌العمل محدود اونها موضوع تمام می‌شود. به فاصله کوتاهی با دیدن ابعاد غیر قابل کنترل در درگیری‌ها و تعداد قربانیان بیگناه با فلاکت به میدان آمد و گفت کار ما نبوده. الان مجبور شده که یکی بعد از دیگری اما با احتیاط نیابتی‌های سرسپرده‌اش رو در منطقه به این درگیری‌ها وارد کنه که خود چاله عمیق‌تری در مقابلش ایجاد کرده و اوضاع از هر طرف که می‌رود به نظر من ولی فقیه را ضعیف‌تر از قبل خواهد کرد. مقاومت ایران با دوراندیشی در مقابل جنگ افروزی رژیم برای چندمین بار راه حل را در کوبیدن سر مار در تهران به معنی به نظر من به رسمیت شناختن مبارزه بر حق مردم ایران برای سرنگونی و همچنین باز کردن بند و زنجیر از دست‌های این مقاومت و پایان دادن به سیاست مماشات اعلام کرد که علی‌رغم پیچیدگی‌های سیاست بین‌المللی و کارت‌های بازی رژیم با قدرت‌های شرقی، کماکان راه حل اصلی خاتمه دادن به جنگ و برقراری آرامش در منطقه است. نمایش انتخابات مجلس رژیم برای ایجاد خفقان بیشتر در ایران و برای انحراف افکار عمومی جان از آتشی که در منطقه برپا کرده برگزار می شود و انتظار می رود که بایکوت و تحریم این سیرک توسط مردم از هر بار دیگر وسیع تر باشد. آنچه الان در صحنه باقی مانده ادامه آتش کانونهای شورشی با حمایت مردم برای سرنگونی تام و تمام این نظام مذهبی با نفی شاه و شیخ است و می رود که نظام آخوندی را در آتشی که خود برافروخته به خاکستر تبدیل کند. این مقاومت نیروی استواری است که با درک صحیح از اوضاع داخلی و بین المللی و درونی رژیم خودش را به دست حوادث خود به خودی و تبلیغات مجازی نسپرده و در عین یاری رساندن به نیروهای جبهه خلق آگاهانه همچون همیشه برای سرنگونی رژیم با تاکتیک‌ها و استراتژی مشخص و کارآمد به مبارزه ادامه می‌دهد. این مقاومت با تکیه به نیروی مردم تحت ستم
و نیروهای مبارز و وفادار به انقلاب و رهایی سرانجام شر این رژیم با همه دار و دسته ها و شرکای آشکار و پنهان داخلی اون رو از سر مردم ایران و جهان کوتاه خواهد کرد. با تشکر. با تشکر. آقای شمس بفرمایید. به نام ایران زمین، این زیباترین وطن، با سلام به شما و درود خدمت شما خانم رجبی و اعضای محترم شورای ملی مقاومت و با درود به ملت قهرمان ایران، مناسبت روز زن و سخنرانی بسیار انگیزاننده شما را شاد باش میگویم. شما میدانید حرفه من موسیقی است. رژیم ضد انسانی آخوندی کارنامه سیاهی در کشتار و اعدام و شکنجه دارد. همان اعمالی که باعث 70 بار محکومیت در ارگان‌های بین‌المللی و ملل متحد شده، این رژیم در هیچ پهنه‌ای نیست که دست به تخریب و نابودی نزده باشد. من امروز می‌خواهم با توجه به تخصصم اشاره به تخریبی که رژیم در پهنه هنر موسیقی کرده بکنم. این بچه از جنایت‌های این رژیم است که کمتر به آن پرداخت شده است. طی 40 سال حاکمیت ارتجاع آخوندی، موسیقی ایرانی به نازل‌ترین سطح خود سقوط کرده. قلع و غم هنرمندان موسیقی، موزیسین، خواننده و کسانی که دستن در کار هنر موسیقی هستند، آنها را خانه نشین کرده. هر کسی که حاضر نشده در خدمت آخوندها قرار گیرد و سانسور حاکم بر دستگاه هنری، رمقی برای این جبهه هنری باقی نگذاشته. و در واقع باید بگویم در این دوران ما با یک ابتذال هنری مواجهیم. به نظر من رژیم ضد هنر و هنرکش آخوندی به هیچ وجه نمیتواند از استعدادهای نهفته در جوانان ما در پهنه مختلف من جمله هنر موسیقی استفاده کند، چرا که هنر فقط در یک فضای آزاد و دموکراتیک میتواند رشد کند و این رژیم دشمن تشنگان آزادی است. البته تعدادی هم هستند که با اتیکت هنرمند در خدمت جلادان حاکم قرار گرفتند و در این جنایت هنری که رژیم آن را به وجود آورده و سهیم شده، حسابشان با هنرمندان مردمی ایران جداست. بنابراین مبارزه با ابتذال هنری که رژیم باعث و بانی آن است، وظیفه هنرمندانی است که با مرزبندی با رژیم‌های شاه و شیخ در خدمت فرهنگ اصیل ملی قرار دارند. امیدوارم با سرنگونی این نظام ضد بشری هنر ملی و ارزشمند ما احیا شود. با درود بر کانون‌های شورشی از همه شما متشکرم. با تشکر. خانم صدودی بفرمایید. خانم رجبی عزیز، با عرض تبریک برای گرد همایی بزرگ داشت زنان که جلسه فوق‌العاده انگیزاننده بود و البته که با حضور پشتیبانان شریف سیاسی جهان از شما جلوه دیگری داشت، با آگاهی که آنها از مقاومت ما داشتند و به خصوص از خود شما، از سخنرانی هایشان کاملا مشهود بود که با تمام مواضع مبارزاتی شما کاملا آشنا هستند و با چه احترامی به شما می نگریستند. به خصوص بعد از سخنرانی شما که فوق‌العاده بود، می شد در چهره هر کدام از آنها احساساتشان را درک کرد. حمایت این بار شخصیت های سیاسی بُعد جدیدی داشت، کما اینکه ما در سخنان آنان شنیدیم که چگونه تحت تأثیر این مقاومت و به خصوص خود شما هستند
چنانکه خانم کندیس برگن گفتن، سخنرانی شما زیباترین سخنرانی بود که تا آن زمان شنیدند. همه ای آنها از شما به عنوان زنی شجاع، راهگشا، نه فقط در جنبش برابری در ایران، بلکه در سطح بین المللی نام می بردند. در اینجا باید از حضور هواداران جدیدی که به ما پیوسته بودند نام ببرم. و من به عنوان یک زن و عضو شورای ملی مقاومت از این همه پشتیبانی زیبا و پربار از شما و به خصوص برنامه ده ماده شما مفتخرم که ما چنین رهبری را برای آزادی ایران، آزادی مردم ایران و به خصوص زنان در ایران داریم و جا دارد که به همه مجاهدین خلق در سراسر جهان و به خصوص در اشرف سه شاد باش گفت و به همه زنان آزادی ایران به امید روزی که برنامه ده ماده شما در ایران آزاد فردا پیاده شود، به امید آن روز.